کم تلفات‌ترین راه برای خروج تدریجی ایران از قرنطینه چیه؟ چرا بین کشورهای اروپایی آلمان در مهار کرونا از همه موفق تر عمل کرده؟ اینا دو نمونه از سوالایی که شما با هشتگ از ما بپرس برای ما فرستادید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و از قرنطینه خونگی این برنامه رو براتون اجرا میکنم. مهمون این هفته ما دکتر بهروز توکلی هستن، اپیدمیولوژیست و کارشناس سلامت عمومی. خوش اومدید آقای دکتر. خواهش میکنم. علی ازمون پرسیده سود قرنطینه کردن برای فقط یکی دو هفته چیه؟ دولت‌ها که الان دارن تدریجی جمعیت رو وارد جامعه میکنن. قرنطینه یکی دو هفته‌ای نیستش. بیشتر از زمانش بیشتر از یکی دو هفته باید باشه. و سودش اگه بخوایم در یک جمله بگیم اینه که ما بتونیم اون اپیدمی یا اون به اصطلاح مریضی که وارد جامعه شده اینو کنترل بکنیم. کنترل یعنی معادله بین تعداد مبتلایان و میزان امکانات درمانی و پزشکی رو اینو توی تنظیم بکنیم که ورودی ما از خروجی بیشتر نشه، یا تعداد مبتلایان بیشتر از تعداد تخت‌های بیمارستان و یا ونتیلاتورها و امکاناتی که نیاز هست و کارهای بیمارستانی نشه. این هدف اصلی قرنطینه. حالا این چجوری عمل میکنه؟ ما معمولاً یه سری مدل هایی هستش بر اساس تجربیات سابق و همچنین در حال حاضر محققین روش کار میکنن. یک فرمول هست میگن که به اصطلاح reproduction rate یا همون ضریب انتقال ویروس یا بیماری. این ضریب برای کووید 19 یا کرونا الان حدود 2.8 یا به طور بگیم ساده تر 3 در نظر گرفته شده. شما ملاحظه بفرمایید 3 نفر اول نفرات هستن که مبتلا شدن، اینا 5 روز طول میکشه این پروسش تا عوارضش بروز بکنه. تو این فاصله به طور متوسط هر نفر به 3 نفر منتقل میکنه. پس بنابراین بعد از 5 روز این 3 تا میشن 9 تا و 5 روز بعدش 9 تا میشن 27 تا و اگر این 50 روز ادامه پیدا کنه، یعنی 10 تا سیکل 5 روزه، این به یه چیزی حدود بین 50 تا 60 هزار نفر میرسه. حالا اگه ما بیایم همین با قرنطینه یا با محدود کردن تماس افراد یا اجتماعات بیایم این ضریب از 3 به 2 تبدیل بکنیم، این عدد بین 500 تا 600 تا میشه، یعنی از 50 هزار تا 60 هزار با 100 برابر اینو کم میکنیم. دکتر توکلی، آمار مشخصی وجود داره که مثلا تو کشورها دقیقاً بعد از قرنطینه چه تاثیر مشخصی اتفاق افتاده تو میزان تلفات؟ برای جواب دادن به این سوالتون من شما رو رجوع میدم به 3 تا گراف. این گرافی که مال ایتالیا است، یکی اسپانیا و یکی انگلیس. تو هر گرافی خطوط آبی در واقع کیس ها هستن و خطوط قرمز فوتی ها، کسایی که فوت کردن. از زمانی که اون خط تیره اول تو هر گرافی زمان شروع قرنطینه شونه، تو ایتالیا 9 بوده، بعد اسپانیا 15 و انگلیس 23. بعد از حدوداً 2 هفته این میزان افزایش مبتلایان استوب خورد، یعنی وایت استات دیگه اضافه نشد و 9 روز بعد از این که به پیک رسید یا به نقطه اوج رسید میزان فوتی ها هم دیگه افزایش پیدا نکرد و شروع کرد به پایین اومدن. این ست نمودار قشنگ این بسیار موضوع رو نشون میده. الیاس از نیوکاسل پرسیده چرا بین کشورهای اروپایی آلمان انقدر موفق عمل کرده؟ دلایل زیادی میتونه وجود داشته باشه، من جمله به اصطلاح درصد یا تعداد توریستایی که ممکن از چین اومده باشن به اونجا کمتر از جاهای دیگه باشه و یا به اصطلاح ساختار شهرهاش، تراکم جمعیتشون به اندازه به اصطلاح کشور دیگه یا شهر بزرگی دیگه نباشه مثل لندن یا نیویورک. جدای از اینها اون چیزی که به مدیریت دولت و وزارت بهداری آلمان برمیگرده، اینا به محض اینکه خبر به اصطلاح کرونا رو در ووهان چین شنیدن، از ژانویه اینا اقدام کردن به آماده شدن برای این موضوع و تستای زیادی رو، کیت های تست زیادی رو آماده کردن، همچنان که الان به هر حال حدود 100 هزار نفر در روز اینا تست میکنن. این تست چه نفعی داره؟ شما ببینید اولین عوارضی که اونهایی که به اصطلاح باید برن سر کار یا تو اجتماع جای مختلف، اولین عوارضی که میاد که فرض دمای به اصطلاح تب میکنن، دمای بدنشون میره بالای 37 درجه که میره، 37 هشتم یا 37 و نیم، اینا بلافاصله میرن قبل از اینکه این فرد بتونه
با بقیه تماس پیدا کنه و به بقیه انتقال بده، اینو ایزولش میکنن و تستای دیگه انجام میدن و اگر به اصطلاح مثبت بود دیگه قرنطینه میشه. این علت اصلی اینه که آلمان تونست کنترل کنه از شیوعش. لیلا سوال کرده منطقی ترین راه بازگشت به وضعیت نیمه نرمال در ایران چطوره؟ بهترین راه بازگشت در ایران اینه که خب اولا ما نمیدونیم که چقدر این از بالا از طریق دولت و امکانات موجود وزارت بهداشت این موضوع کنترل میشه، ولی اون چیزی که مردم میتونن انجام بدن تا اونجا که ممکنه نرن بیرون، خودشون رو قرنطینه کنن، هر چقدر امکان داره تردد به جاها، به اجتماعات، حتی به مغازه ها یه بار میدین مثلا فرض حد اکثر خرید و همون یه بار انجام بدین، یا یه نفر میره خرید و اونا که جوان تر هستن سالم تر هستن برای آدم مسن تر انجام بدن براشون، چون همونجور من به صدا وقتی که به داده های بیمارستان اینجا نگاه میکردم در یکی دو ماه گذشته بر اساس سن 92% فوتی ها کسایی که فوت کردن بالای 60 سال هستند، که این رقم بسیار بزرگی. خب اگر کسایی که بازنشسته هستند و ضروری نیست که برن بیرون، چون اینها بزرگترین استفاده کننده های امکانات بیمارستان هستند، اینا می چیکار میکنن وقتی اشغال بکنن دیگه؟ اون نفری که مجبوره برای امرار معاشش بره سر کار برای خرج بچهش خانوادهش، اون اگر مبتلا بشه دیگه امکانی نداره که اینو ببرن به اصطلاح تو بیمارستان بهش ونتیلاتور وصل کنن، چون این بیماری ویژگیش اینه که خیلی از افرادی که فوت کردن مثلا در ایتالیا یا اسپانیا، اینها نه به خاطر صرف ویروس رو بدن میتونه، اکثر انسان ها میتونه بدنشون آنتی ویروس رو درست کنه و به اصطلاح اینو دفعش کنه، به شرط اینکه چی؟ به اصطلاح حالت خفگی نرسه. اگر خیلی از این آدم‌ها بهشون ونتیلاتور میرسید، تنفس اکسیژن میرسید، اینا بدنشون میتونست در مقابل این ویروس مقاومت کنه و زنده بمونه. پس این توی جامعه ایران یک کار همگانی هست. وقتی مدیریت درستی نباشه، ولی وقتی به لحاظ اقتصادی امکانات نباشه و بعضی مجبورن که برن سر کار، مجبورن برن بیرون، اونهایی که میتونن نرن، به اصطلاح اونا نرن. یعنی مینیموم بکنن میزان تماس ها. خیلی ممنون دکتر توکلی. شما هم سوالات خودتون رو در مورد کرونا به پیامگیر تلگرام ما @bbcشما بفرستید. هشتگ از ما بپرس یادتون نره.